سلام تماشاگران عزتمند این لحظه شما امکان دارد توسط برنامه کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی وابسته به آشکار گردیدن جنایت های آدمکشی معاملات غیرقانونی واسطه نشه‌دار دزدی و دیگر حقوق ویرانکنی برای خود معلومات پیدا نمایید در استودیو با شما من نصرت الله محمدزاده توجه نمایید به سرخط خبرها جنایت آدمکشی در زمینه عیش و عشرت جسد پس از دو روز از منزل استقامتی پیدا گردید گفت خبیل در من تعمی گفت من بخدر شده از گروهش خفیده من تنم دیوان بیزی کرسی خوب گفت چهار مراتبه زدم گمانبر از خانه اپش مبلغی هنگفت را بوده در مرکز های دلخوشی صرف کرد وقتی که در آن مرکز نبود من از آنجا اما مبلغ رو در چی صرف کردی؟ من دوشنبه در جای مرکز دلخوشی رفتم و بازداشت نشه جلابان و مصادره مقدار مخصوصا کلان واسطه نشه دار من با امر رفتم اولیت ختم این اول مخاطره اوارده شهر کنگولون دستگیر شدم چی مکتب میدید؟ منفیت همین که هم این بولون رو باید فروشد ما به 22 سمان گروهی دزدان در شهری ترسونزاده به جبر دیدگان نزدیک 150 هزار سومانی ضرر رسانیدند. کردارهای قماربازان حتی در باشگاه های صحرایی از چشم کارمندان میلیسیا پنهان نماند. شرح این و دیگر خبر و گزارش ها در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. سنه 25 انوری سال روان در کوچه بابا جان غفروف نوحیه سینو جسد یک نفر زن در منزل استقامتیش با علامت های مرگ مجبوری دریافت گردیده بود. با دایر نمودن چورابین های اپیراتیوی جستجوی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه همچون گمانبر در صدیر نمودن جنایت مخصوصا وزنین آدمکشی مرد 45 ساله دستگیر گردیده است. رفتی تفتیش شد معلوم نمود که جنایت در حالت مستی رخ داده گمانبر با راه لتوکو و بوغی کردن مرحوم را به هلاکت رسانیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمان. سنه 25 ینوری سال جاری تخمیناً ساعت 12:30 دقیقه جسمی بیجان و آغشته در خون شهروند شمتکوا لاریسا سال تولدش 1974 در منزل استقامتیش واقع در کوچه باباجان غفوروی ناحیه سینو با علامتهای مرگ مجبوری دریافت گردید. جرأت های گوناگون و خونی از حد زیاد رفته از صادرشوی جنایت آدمکشی درک میداد. با مقصد آشکار و معین سازی شخصیت گمانبر از حساب کارمندان میلیسیای پایتخت در یکجایگی با کارمندان پراکتورای ناحیه سینو گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده یک قطار کارکردهای اپراتیوی گذرانیده شد. در نتیجه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت مذکور شهروان خدایی عارف سال تولدش 1977 استقامت کننده ناحیه 5 ولایت ختلان دستگیر گردید. ضمن پیشبردی کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که گمانبر شده قبلا دو مرتبه با جرمهای گوناگون از جمله آدمکشی سود شده این نوبت نیز دست به جنایت قصدانه زده است. نامبرده سنه 23 ینوری سال جاری بعد از شناسایی بشمتکو و لاریسا به منزل استقامتی او آمده همراه با نوشیدن مشروبات سپیرتی و عیش و عشرت مشغول شدند. در زمینه استعمال از معیار زیاد مشروبات بین نامبردگان مناقشه به میان آمده در نتیجه گمانبر شونده خدایی عارف نخست جبرده را بوغی و پسون توسط ضربه های پی در پی به عضوهای حیاتن مهم به هلاکت رسانیده است. گفت خبیل و دعمی گفت من به غضب شده از مکش از گروهش خفیده را تنم دیوان بیزی کرسی خوب گفت سه چهار مراتبه زدم اینی زمان وابسته به حالت مذکور از جانب پراکتورای ناحیه سینوی شهر دوشنبه نسبت گمانبر شونده طبق طلبات ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کارکردهای اپراتیوی موفقانه کارمندان وزارت کارهای داخلی حرکت های جنایتی یک گروه را بپرده ساخت که در فروش واسطه های نشه‌دار موادی که میتواند صدها نفر را به مبتلای نشه‌مندی گرفتار نماید آشکار نمودند. این اتفاق سه‌گانه ساکنان پایتخت کشور بوده میخواستند مقدار مخصوصا کلان واسطه های گوناگون این بار زهرآگین را به معاملات برآورند. همکارانمان تفصیلات بیشتر دارند.
کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات بوده در یکجایی با کارمندان این نهاد در خط ایستگاه راه آهن شهر دوشنبه انتقال واسطه های نشادار در حجم مخصوصا کلان آشکار نموده نزدیک 12 کیلوگرم واسطه های گوناگون نشادار از معاملات باز داشتند. هنگامی دایر نمودن عملیات مخصوص یک گروه از ساکنان شهر دوشنبه برای انتقال با معاملات برآوردن این مواد زهرآگین بازداشت گردیدند. اینها عبدالرشید یونسو سال تولدش 1971 پیش برای صادر نمودن جنایت آدمکشی در جمهوری تاجیکستان و برای انتقال غیرقانونی واسطه نشادار در فدراسیون روسیه ادای جزا نموده است. اقبال کمالوف و پولاد سفروف سالهای تولدشان 1996 میباشند. این نفرانی نشجالو واسطه های گوناگونی نشدارو از جمله هشیش، متامفیتامین، 70 عدد حبهای پسیخاتروپی و افیون رو میخواستند در شهر دوشنبه با معاملات برآورده از این حساب فایده به دست آورند. در عموم از گمانبر شدگان 11 کیلوگرم و 642 گرم واسطه های نشدار دریافت و مصادره گردید. کارکرد درست اخبارات اپراتیوی به کارمندان ریاست مذکور امکان داد که به حرکت های نشجالوان نقطه گذارند. گمانبران دستگیر و از روی این حادثه با ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کنیبادوم ولایت سغد نیز توانستند هدف ناپاک نشجالوان را بر باد دهند. ضمن یک عملیات با برای اپراتیوی دو نفر از ساکنان ناحیه باباجان غفروف برای به معاملات برآوردن واسطه نشدار افیون و حشیش دستگیر گردیدند. اکبر شریفی از بازداشت نشجالوان گزارش تهیه نموده است. مخمات میلیتسیای ولایت سغد همچون سوبکتی مبارزه برنده بر ضد جنایات نشجالوبی منتظم چهرههایی رو شناخته میگرداند که چنین جنایتها صادر مینمایند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کنیبادوم در نتیجه چهارهبینیهای با براری اپراتیوی در حدود شهر و ناحیههای خوجند، باباجان غفورو و کنیبادوم نقشه جنایتی دو نشجالوب تاهیروف میرمومین ایوبجانوویچ سال تولدش 1991 و سالیف مراجان ثابیتویچ سال تولدش 1994 زوده و اسخومت کنندگان جماعت دیهاتی حیدر عثمانی نوحیه باباجان غفوروف را شکسته از گمان برشده ها 6 کیلوی و 731 گرم واسطه نشداری نمودی حشیش و 100 بوتون و از 18 گرم افیون مصادره نمودند. ما با امروی رفقم وقتیت پیشکی کده عبیلیت خطلون این مواد مخدره اوارده شهر کنی بولونو دستگیر شدم خیلی اخیرکتش این حافظ بودم. گمون برشده میرمومین توهیروف هرچند قبلان سال 2020 برای صادر نمودن جنایت نشجالوبی از جانب سود نسبتش جزا در نمود 8 ماه محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده در حالتی رسیدیو جنایت قرار دارد، همراه رفیق خود شهروان مروجان سولیف و هم مسلکی برون مرزی از جمهوری افغانستان به نشجالوبی نوبتی اقدام کردند. این اتفاق شبکه ترانس ملیه را سازمان دادند که هدف اصلیش انتقال و پهن و فروش واسطه نشدار در ولایت سغد میباشد. طوری از شوندودی گمون برشده ها برمیواد به خاطر درآمد پولی دیده و دونسته جنایت صادر نمودند. 19 ژانویه سال 2022 ما خودم با ماشین یکم رفته اما هشت به کلاسکی موندگی شه گرفته اومدم با همون اوردم رفقم رو اینجا به دادم. چی منفیت میدید شما؟ منفیت همین که هم میرین بارو رو باید فروشد ما در 20,000 سومان پول تیار. از روی دلیل آشکار گردیده با دسترسی ماده 200 قسم 4 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. طبق فرضیه اپراتیوی دستگیرشده ها در این جاده تنها نیستند و عینی حال مقامات میلیتسیای شهری کنیبادوم برای معین نمودن شاخه های گروه چهارهبینی های ایلوگی اپراتیوی و تفتیشاتی را براه مانده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر تورسونزاده یک گروه گمانبران جنایت دزدی را بازداشت نمودند که در هفت لحظه جنایت دست دارند. ضرر رسانیده دستگیر شدگان به ساکنان شهر تورسونزاده نزدیک 150 هزار سومانی را تشکیل میدهد. گزارش همکارمان کاپیتان میلیتسیا احسان عبدالله‌زاده در این خصوص. با دایر نمودن چهارهبینیهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر تورسونزاده یک گروه جوانان عبارت از 8 نفر که در صادر نمودن 7 لحظه جنایت دزدی گمانبر میباشند دستگیر گردیدند. اینها خرموف آبیجان، رجبوف سهراب، خانیمقلوف سهراب، حسنوف امیدجان، یعقوبوف اکتم، خالمرادوف نازیمجان، مردانوف محمدعلی و عبدالرحمانوف امیدجان ساکنان شهر تورسونزاده میباشند.
نامبردگان در هفت لحظه صادر نمودن جنایت دزدی به سوی ملکان نزدیکی 150 هزار سومانی ضرر رسانیدند. از جمله نامبردگان ماه اکتبر سال 2021 به نقطه بوکمکری جمعیت داروی مسئولیتش محدودی رفشن تیجی واقع در محله چورمی شهری ترسنزاده با مساعدت اعضای گروه حسن امیدجان که به حیث محافظ در این نقطه فعالیت میکرد وارد شده با شکستن صندوق آهنین از آنجا 117600 سومانی را تصرف نمودند. با این کردار خود دستگیر شدگان به صاحب نقطه بوکمکری لایق سفرزاده ضرری مخصوصا کلان رسانیدند. همزمان نامبردگان از انبار منزلی استخاماتی یک نفر ساکن شهر ترسنزاده محصولات ساختمانی و موادهای خوراکواری از قبیل روغن و برنج را تصرف نموده به صاحب خانه 20000 سومانی ضرر رسانیدند. دیگر حالتهای جنایت دزدی انجام داده گمانبران نیز در منزلهای استخاماتی و نقطه های سودا صادر شده است. دستگاه های الکتریکی، تلویزیون، تیلووری و محصولات خوراکواری شهروندان را گمانبران برای پنهانی از آن خود نمودند. این به حالت جای داشته نسبت دستگیر شدگان در اساس ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبردی تفتیشات قرار دارد. به این مانند از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسنزاده باز دو نفر جوان برای صادر نمودن جنایتی دزدی بازداشت گردیدند. گمانبران خواجهف بهروز سال تولدش 2002 و نوروف شریف بیک سال تولدش 1998 استقامت کنندگان جماعت دهات قراتوغ شهر ترسنزاده شبانه از داخل افتماشین تمغه پورتر که به گیویو مراد ساکن شهر مذکور تعلق دارد دو عدد اکومولیاتور را تصرف نموده به نامبرده 1200 سومانی ضرر رسانیدند. با نظر داشت آن که در کردارهای نامبردگان علامت‌های ترکیب جنایت دیده می‌شود، در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ترسنزاده نسبت خواجهف بهروز و نوروف شریف بیگ پرونده جنایتی با دسترسی ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. کارمندان میلیتیا در شهر وحدت نیز یک گروه جوانان را برای دست داشتن در جنایت‌های دزدی بازداشت نمودند. گمانبر شدگان ساکنان شهرهای دوشنبه و وحدت بودند. مبلغ، دستگاه‌های کامپیوتری، چوروا و دیگر اشیاهای روزگارداری ساکنان شهر وحدت را هدف دزدی قرار دادند. گزارش در این باره آماده گردیده است. صادر شدن جنایت‌های پیدرهم دزدی مال و اشیا و دستگاه‌های کامپیوتری در حدود شهر وحدت از کارمندان میلیتیا این شهر مهارت و تجربه و مسئولیت بلند را طلب می‌کرد. نه یک نفر بلکه چندین نفر از دزدیده شدن مبلغ‌های پولی مغازه چوروهایشان و دیگر اشیاهای روزگارداری به میلیتیا شکایت می‌کردند. در پی دوری کردن کارکردهای اپراتیوی جستجوی به کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور امکان دست داد که با فعالیت جنایتی یک گروه جنایت پیشگان نقطه گذارند. هنگامی معین و دستگیر کردن این گروه جنایت پیشه معلوم گردید که آنها ساکنان شهرهای دوشنبه و وحدت بوده جنایت‌های صادر کرده‌شان را هر کدام چنین شهر دادند. در دهه هلو تلویزی پول گیشتگی چند کم ابلاغ گیشتگی؟ چور از اصلا دیم مولا با همروی شویی با همروی شویی نمازان فیروز در اومده اشیای روزگار گیشتگی نسبت گمانبران این جنایت میرزای فردوس شمسالدینویچ شیرعلی فیروز حمزعلیویچ سنه 25 ینوار سال 2022 در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با ماده 244 قسم 2 بندهای A, B, V, G یعنی تکراران از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی با رسانیدن ضرر جدی به شهروند و برای غیرقانونی وارد شدن به منزل بنا را پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. یکی از این نفرانی گمانبر فردوس خدایار سال تولدش 1995 می باشد که در منزل استقامتی اپاش واقع در دهه چویانگران شهر وحدت به حیث اوستای تعمیرگر فعالیت می کرد از نبودن صاحب خانه استفاده برده از حجره خوبی آنها 100000 روبل روسی 10000 سومانی و یک عدد تلفن موبایلی را تصرف کرده جای حادثه را ترک کرده است. 17.01 سال 2022 من در خانه اپای خودم کار میکردم اوستوگی بعد فهمیدم که در درون شفنه روی و با مبلغ 25 هزار سومی موندگی وقتی که در آن خونه کسی نبود من از آنجا 25 هزار سومی رو همون چیز کرد
نیست پیروزی گرفته از آن خونه غایب شدم. آدم چه خیلی شما کرمانده بودید از این کنم؟ وقتی که ما در پایتخت دون شهر توشان بودم از آن جمعه ما رو دستگیر کردم. اما مبلغ رو کجا کردید؟ در چه صرف کردید؟ اما توشان به در جای دل مرکز دل خوشکنی رفتم و سخت دارم. ایلوه بر این سامان دولتو و مولون رجبوف ساکنان نوحیه شهمنصور شهر دوشنبه هنگامی در کوچه 20 سالگی استقلالیت شهر وحدت قرار داشتنشان غیر قانونی وارد نقطه بازی های کمپیوتری شهروند گلوف سهراب گردیده از اونجا دستگاه های کمپیوتری رو تصرف کردند که ضرر رسونده شده به صاحب ملک 52 هزار سامان رو تشکیل می دهد. دوستم با سانی باید در آمده 4 سانی 5 تقریبا چند خمشید و سالی و مبلغش؟ 50 دار زمانی. رفتی تفتیشات ضرر رسونده این نفرانی بازداشتگرده رو با جبردیدگان بیش از 150 هزار سومنی ربط میدهد. البته به مسئولیتی و به پروایی چونی پدر و مادران است که فرزندانی آنها به هر گونه عملهای نامطلوب جنایت پیشگی دست زده حتی شبانگه در خانه نبودنی آنها کسی را به تشویش نوارده است که ضرر آن امروز به جامعه رسید و وابسته به این حالت ها نسبت هر نفری گمانبر طبق طلبات ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده بازگردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. فعالیت از روی متدهای اپراتیوی جستجویی بعد وارد گردیدن مراجعات جبردگان جنایت دزدی به مقامات میلیسیا در نویای عبدالرحمن جامی، یوان، دوستی، گره سربسته جنایت با ایزی گرم آشکار میلیسیا گمانبران را بازداشت کرد. افق قادری وابسته به چپدستی یک گروه دزدان گزارش تهیه کرده است. جنایت دزدی عملی سنگین است که بعضی نفران بر آن دست زده برای یک عمر در خطی حیاتشان این داغ سیارا می گذارند. از همه ننگاورشان است که این نفران می خواهند حساب محنت دیگران و با راه آسان پول در بیارند و روزگار خیش را سامان بخشند. دلیل این گفته ها بررسی عرض و مراجعات شهروندان از جانب کارمندان میلیسیا شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان، ناحیه عبدالرحمن جامی و ناحیه دوستی و آشکار کنی چند حالت جنایت دزدی می باشد. ضمنی پیشبردی کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبچه کافتگاه جنایتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان گمانبری سلسله دزدی ها دستگیر کرده شد. این نفر خالو فیروز سال تولدش 1993 ساکن ناحیه یاوان پیش با ماده 200 و 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. آخرهای ماه دکبر سال 2021 از منزل استقامتی ساکنان ناحیه مذکور شبانه با طریق پنهانی اسباب های برقی دوچرخه های ورزشی و دیگر اشیاء های روزگار ساکنان را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند و در 5 حالت دزدی گمانبر دانسته می شود. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی 2 نفر را که به دزدی چارواهای مردم و اشیاءهای روزگار ساکنان دست داشتند دستگیر نمودند. اینها سلطان و بهرام جان سال تولدش 1997 ساکن شهر تورسونزاده پیش با ماده 141 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و سفرف نورعلی ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی پیش با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده باشد هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده باز دست و دزدی اشیاءهای روزگاری ساکنان ناحیه زده است. سلطانوف بهرام با هم مسلکش از این مفتقای علی شبانه به منزل استقامتی خوجا نظر و بیبی سارا پنهانی وارد گردیده از آنجا دو سرچاروهای کلان شاخدار را تصرف می نمایند و از جای حادثه غیب می زنند که با این کردار جنایتیشان به جبریده به مبلغ 10,000 سامانی ضرری مادی رسانیدند. خوشبختانه این نفران جنایت پیش از سری وقت از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردیدند. چون این یک حالت دوزی چاروهای مردم را کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی آشکار نموده و گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. اولیا قالوف شریف جان سال تولدش 1988 استقامت کننده این ناحیه جیهون پیش از این 3 مراتبه با ماده های 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است در حالت ریسیدیوی با هم مسلکانش سعید افسای عمران ساکن ناحیه دوستی که این زمان در جستجو قرار دارد، جورایف قربانبیک سال تولدش 1960 و نصیرف محمد قیوم سال تولدش 1973 از منزل استقامتی ساکنان ناحیه دوستی 22 سر گوسفند و چارواهای کلان شاخدار را تصرف نموده با جبر دیدگان به مبلغ 70,000 سومانی ضرری جدی رسانیدند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت نسبت دو نفر ساکن ناحیه مذکور طبق طلبات ماده 265 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شدند.
این نفران در یک از باشیشگاه های صحرایی به قماربازی مشغول گردیده از این حساب فایده به دست آوردند. شرح همکاران ما در این خصوص. در نتیجه گذرانیدن عملیات شرطی تازه‌کنی ناظران منطقوی شعبچه میلیتیای شعبه وزارت کارهای داخلی نوحیه بابوجان غفوروف در جماعت دیهاتی یووا یک حالت تشکیل قمارخانه در حدود زمین‌های صحرایی را آشکار نموده نسبت دو نفر برای مشغول شدن به قماربازی پروتکل ماموری ترتیب دادند. سنه 23 ژانویه معین کرده شده است که شهروندان علیشر امینوف سال تولدش 1988 و مروجان اوتایف سال تولدش 1989 استقامت کنندگان جماعت دیهاتی غازیان در جای نامقرر داخلی کانتینر که در زمین‌های خوجگی دهقانی کوچه بابا کلانوف جماعت دیهاتی غازیان گذاشته شده است قمارخانه تشکیل نموده با قرتبازی پولکی مشغول شدند. با اطلاع میلیتیا در این مکانی خلوت گاه گاه قرتبازی برنوکی پولکی تشکیل شده جمعیت قماربازان با بازی های سرگرم کننده مشغول میشدند. ضمن سنجش اخبارات وارد شده تصدیق و دو نفر بازداشت گردیدند که دوره قماربازی را گردش میدادند. از حقوق ویران کنندگان قرتا و مبلغی در مره گذاشته دریافت شده برای مشغول شدن به قماربازی طبق طلبات قسمی یکی ماده 465 کدکس حقوق ویران کنی ماموری پروتکل ماموری ترتیب داده شده از روی تابعیت به سودی نوحیه بابوجان غفوروف ارسال کرده شده است. برای چنین کردار جزا در نمود جریمه پیش بینی شده است که از 12 تا 15 نشان دهنده برای حساب ها می باشد. مسئولین سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به خاطر پیشگیری از حادثه های ناخوش سوختار، کارهای سنجشی و فهموندهی و دستوردهی را انتخاباً در چند از آشخانه ها گذرانیدند. طور معلوم گردید گوشه های بخطری سوختار نصب لوحه های اطلاعاتی دایر به قایده های بخطری سپری آتش نشانی در اکثر آشخانه های حدودی پایتخت غیر قایده های بخطری از سوختار قرار دارند. با این نوبتی آن که نفران زیاد همروزه از آشخانه ها استفاده می برند از این رو ضرور است که قایده های بخطری سوختار باید در سطح ضروری رعایت کرده شود. ضمن کارهای سنجشی معلوم گردید که ناقل های برقی در حالت صدموی قرار داشته هر لحظه می تواند به حادثه های ناخوش سوختار آورده رساند. استفاده از ظرف های گازی مایع نیز در سطح ضروری استفاده نمی شوند که هر لحظه می تواند خطر ایجاد کنند. مشاهده و تحلیل سبب و عامل های سرزدن سوختارهای قبلی نشان می دهند که کم نیستند حادثه های در نتیجه رعایت نگردیدن قایده های بخطری استفاده ظرف های گازی مایع و تجهیزاتی با این نوع سوزشوار فعالیت کننده به عمل آمده. تحلیل حالت واقعی سرزدن حادثه های ناخوش سوختار در مملکت شهادت آن است که اکثر موارد از بی احتیاطی ساکنان و استفاده نادرست اسباب و تجهیزات برقی و گازی چنین حادثه ها به عمل آمده خسارات مالی و روانی در پی می گذارند. این گونه حالت ها را در شهر حصار نیز زیاد مشاهده کردن ممکن است. ناظران سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در چند از مؤسسه های خوراک عمومی شهر حصار این گونه قایده ویران کنی ها را آشکار و نسبت صاحب کاران چاره های ضروری اندیشیدند. ضمن سنجش ها بیشتر وضع بدی ناقل های برقی مشاهده گردید. در برابر خوب نبودن حالت سانیتری آشخانه و طرفخانه ها ناقل ها و اسباب های برقی در حالت صدموی قرار دارند. بابت رعایت قایده های بخطری اینچنین از جانب ناظران سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به مسئولین امرنامه و دستورالعمل ها داده شد. زیرا در همه حالت باید قایده های بخطری سوختار رعایت کرده شود، بخصوص در مؤسسه های خوراک عموم که شماره زیادی آدمان همه روزه از آنها استفاده میکنند. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه این روزه. خیر تا دیدار دیگر. سربلند و خوش روز بمانید.